فیلم آخر کنلاچ، بهترین سینماگر زنده جهان، 88 سالگی فیلمی ساخته که فوق‌العاده است، به شدت هم رو خط خودشه و انسانیه و ضد سرمایه‌داری. بلوط پیر. بلوط پیر اسم یک کافه است که متعلق به یه انگلیسیه که در یک روستا زندگی میکنه. آدم ها رو که میبینید یاد دانیل بلیک میافتید، فیزیک شوز، حدوداً سن و سالو. ماجرا چیه؟ ماجرای یک خانواده مهاجر سوریه که کنده شدن از موطنشون و آمدن اینجا سکران گزیدن. به این راحتی ها انگلیسی ها که میشناسیمشون یه حدی به اینا پا نمیدن، بهشون توهین میکنن، بایکوتشون میکنن و هزار مصیبت براشون فراهم میشه. این صاحب این کافه بلوط پیر با این آشنا، با این رفیق میشه. I just came to say thank you for your kindness when we arrived. No, thank me. I didn't do anything. I really appreciate it. کنلاچ یه خانواده آواره سوری میسازه که پدرشون زندانیه و تو زندانه و بسیار خطر مرگ و شکنجه داره. یه مادر چاق، یه دختر جوان با دوربین عکاسیش. دوربین وسیله‌ایه برای جبران همه فقدان‌هایی که تا حالا داشته. باش عکس میگیره و عکساش و عکسای دیگران فرق داره، طبیعتاً فرق داره. همون اول فیلم یکی از این انگلیسی‌های نجات پرست دوربین اینو میشکنه. این تنها وسیله جبران دردهاش رو، فقدانهاش رو میشکنه و این بخش مهمی از فیلم رو اشغال میکنه. رابطه بین این دو با نگاه کنلاچ، کنلاچ چی کار میکنه تو این رابطه؟ نه طرف انگلیسی هاست، نه برعکسش، نه ضدشونه، با آدم ها طرفه و با دوربینش اساسا با این خانواده سوریه. فیلم با مستندهای تکه های از عکس های مستند از وضعیت این جنگ زدگان آواره شروع میشه و انگار ما با یه فیلم مستند طرفیم. همچنان که تو دانیل بیک هم انگار ما با یه فیلم مستند طرف بودیم. اینجا کار سخت‌تره چون با یه خانواده سوری طرفیم و کنلاچ علی‌قاعده خیلی نمیشناسه اینا رو. اما این اولدمن که نمیشه بهش گفت پیرمرد، این فیلمساز عزیزی که تا آخرین فیلمش که الانه و گفته دیگه به دلیل چشمم فیلم نمیسازم، همچنان سر همون موازه درست ضد سرمایه‌داری و دفاع از فقراست. رابطه بین این خانواده و اهالی اون روستا رو گام به گام سازمان میده. دختره عکس میگیره از زنهایی که تو آرایشگاهن ولی فقیرن، عکس میگیره از آدمهای مختلف و این عکس ها بعدا تبدیل میشه به یه نمایش عکس ها و بیس رفاقت بین این خانواده، این دختر با بقیه مرد. هر گامی که دختر برمیداره این کاراکتر انگلیسی ما
صاحب بلوط پیر هم که تنهاست، زنش رو از دست داده و کسی رو نداره، گام به گام به این نزدیک میشه و هم دیگه لطفهای انسانی میکنن. یه جمله تو فیلمه که همیشه یادم میمونه چون تو فرهنگ ما هست، میگه وقتی که در جمع میشینید و غذا میخورید رفیق میشید. Thank you. When you eat together, we stick together. Yeah, your mother always said that. غذا خوردن جمعی برای کنوش عزیز عزیزه و این رو میسازه. مرد بلوط پیر که ثروتمند هم نیست و کافر رو به سختی میچرخونه و کافش پاتوق چند تا انگلیسیه که بعضیشون راسیستن بعضی هم منفعلن. اتاق پشتی کافر رو تبدیل میکنه به مقر اینا، یعنی کیا؟ یعنی خانواده سوری و کمکی که به مردم میکنن و برعکس مردم آرام آرام با اینا رفیق میشن، مردم عادی که از طریق دختره، مثلا دختره به دختر انگلیسی کمک میکنه که حالش بد بوده، خانواده پس میزنه خانواده این دختر و بعد میفهمه که این چی کار کرده، رفیق میشن. از این رفاقت های انسانی گلوچ خوب کار میگیره. دوربین مستند نگار، دوربین بدون دخالت اضافیش آدم رو میسازه، جمع میسازه، کاری که تو فیلم های قبلی ندیدیم. تو دانیل بلیک یک کاراکتره، تو فیلم های دیگه که روش هم نگاه کنید همینه، اساسا همینه. اینجا کن روچ جمع انسانی میسازه که اینا با هم غذا میخورن و رفیق میشن. آروم آروم این جمع انسانی ساخته شده میتونه نفرت ها رو کنار بزنه، میتونه حتی آدم راسیستی رو که علیه این اتاق پشتی این بار این کافه دسیسه کرده اون رو هم وادار کنه بیاد تو این حلقه. باید به یکی دو نکته مهم فیلم اشاره کنم. یکی رابطه یه این دوست ما صاحب بلوط پیر که مسنه و چالوه و همینه با یه سگ خیلی کوچولو که این سگ زندگیشون نجات داده. کی؟ موقعی که دیگه در اوج ناامیدی و تنهاییه و فکر میکنه دیگه موندن تو این دنیا فایده نداره، میره کنار دریا که خودشو غرق کنه. یه سگ کوچولو نحیف لاغری میدوه، انگار مأموریتی از جایی داره، میده به طرف این و نمیذاره این خودشو بکشه. And there was this bird just kept coming. It came right up to my feet. این شروع آشناییشه با این سگ. این سگ کشته میشه توسط یک سگ هاره، دو سه تا از این جوانای ابله راسیست و این دیوانه میشه رفیق ما. سگ رو خاک میکنه و دیگه کسی رو تو این دنیا نه. حالا دختر است که داره بهش نیرو میده، دختر سوری در نهایت حجب و حیا و در نهایت آدم بودن براش قضا میبره، باش همدردی میکنه. فیلم اساسا درباره همدردی انسانیه. حتی آدم های راسیستش رو هم کنراچ نگاه طبقاتی خشن نداره بهشون، اونا رو هم تصحیح میکنه اما به راسیست بودنشون انتقاد میکنه و از این طریق یک جمع انسانی همسرنوشت میسازه و علیه سرمایه داری.
عرض کردم که کنلوچ موفق میشه برای اولین بار یک همبستگی جمعی تولید کنه و جمع بسازه. اما جمع همینطوری ساخته نمیشه. با کنلوچ به دقت تک تک آدم ها رو با مسئله شون میسازه. یعنی دختره رو با دوربینش، عکسایی که از معدن میگیره، عکسای دیگه که از زنها و دیگران گرفته با اون میسازه. دوربینی که جایگزین عرض کردم، جایگزین همه از دست دادن هاست. مادر چاق جان فوردی خانواده رو با غذا پختن میسازه و دونه دونه اینا رو میسازه. حالا میتونه جمع بسازه. حتی اون راسیسته که کار خیلی هولناکی کرده علیه کافه بلوط بیر، اون رو هم با مادر ویلچر دارش میبینیم. یعنی اون رو هم میسازه. تو لانگ شات آخرین لحظه تو بکگراند ایستاده و داره به این جمع نگاه میکنه. سمپاتیک هم داره نگاه میکنه. این خیلی کار بزرگیه. بیش از شعار فقرا متحد شوید، پرولتاریای جهان متحد، خیلی جلوتر از این شعار است. جمع انسانی همدرد، هم سرنوشت، متحد با هم. جمع انسانی، جمع کوچک، جمع بزرگ. کنلوچ حتی یک پیام بزرگ سیاسی میده. یعنی فقط این نیست که بگه دانیل بلیک چه بوده و چه اونه مرده و اثر بذار روما. همین این نیست. یا اینکه اون مرد شریف ساریال میستیو چه جوری زندگی کرده و چه جوری غمگین از این دنیا و همین غمگینی و همین اشکی که میریزه کات میشه. اینجا این نیست. اینجا نگاه نگاه کنلوچه که تو همه آثار دیدیم. این نگاه به نظر من تو این فیلم چنان پخته شده و چنان امیدواره. به چی امیدواره؟ به اتحاد مردمی. به اتحاد مردمی که از اون ور دنیا بدون خانه و کاشانه و این ور توی قصبه توی دهات با هم متحد میشه. پدر این خانواده که عرض کردم، این خانواده سوری که میمیره و خبرش میرسه، صحنه فوق‌العاده ای رو دامن میزنه که منو یاد جان فورد میندازه. همه با دسته های گل کوچک جلو این خانواده حاضر میشن و تسلیت میگن. اونم فوق‌العاده است. این کنلوچ پخته شده ی جان فوردیه که راه حل داره ارائه میده. راه حل این اتحاد مردمیه. و دست آخر فیلم تمام میشه با چی؟ با تظاهرات آرام گسترده مردمی علیه روشن، علیه چی؟ علیه نظام سرمایه‌داری، علیه همه کسانی که منجر به این آوارگی شدن و منجر به این تبعیض‌ها شدن. فیلم در جشنواره کن شرکت داده میشه. هیچ جایزه بهش نمیدن. درسته. کنی ها و کنلوچ نمیتونن جایزه بدن. به تیپ خودشون میتونن جایزه بدن. به فیلم هایی که خطری نداشته باشه. این فیلم خطر داره برای سینمای داری. این فیلم سینمای واقعیه. شبیه سینمای کلاسیکی که میشناسیم، جان فورد خصوص. نباید جایزه بگیره. چه خوب که جایزه بگیره. واقعا اگر قرار آخرین فیلم یک سینماگر بلوط پیر باشه، افتخار آفرینه. ما رو به جمعمون، به انسان بودنمون برمیگردونه و نجات میده و امید در جمع بودن انسانی رو برای مبارزه یادآوری میکنه. درود بر کنلوچ.